دومین جلسه دادگاه متهمان ساقت کردن این پرواز 752 اوکراین توسط سپاه پاسداران در حال برگزار شد که خانواده کشته شدگان این پرواز در بیرون از دادگاه با در دست داشتن عکس های جان باختگان به سمت دادگاه نظامی تهران راهپیمایی کردند این خانواده ها دادگاه برگزار شده برای متهمان این حادثه را نمایشی و غیر قانونی دانسته و خواستار محاکمه آمدین و آمیرین اصلی این جنایت شدند. در برخی از تصاویر منتشر شده در شبکه اجتماعی معموران امنیتی زیادی در اطراف خانواده قربانیان دیده می شوند و در ویدیوها خانواده ها شعارهایی از جمله مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جنایتکاران، مرگ بر سپاه پاسداران، حقیقت عدالت، مرگ بر حاجیزاده، مرگ بر سلامی، مرگ بر باغری و مرگ بر خامنه ای سر می دهند. خانواده هایی که امروز اجازه پیدا کردند در دادگاه حاضر شوند به بی, بی سی گفتند که اجازه قرائت کیفرخواست را به دادگاه ندادند. به گفته آنها تکیه کیفرخواست دادگاه بر غیر عمد بودن شلیک به هواپیماست اما خانواده قربانیان آن را جنایتی از پیش تعیین شده می‌خوانند. محمود علیزاده تباتبایی طب وکیل تعدادی از خانواده های این پرونده هفته قبل گفته بود که کیفرخواست نزدیک به 6 هزار صفحه این پرونده برای مطالعه در اختیار وکلای مدافع شاکیان قرار نگرفته است. به گفته ی علیزاده دادگاه شکایت آنها از تعدادی دیگر از افراد دخیل در پرونده را یا رسیدگی نکرده و یا منع تعقیب خورده و ابلاغ نکرده است. انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی به تازگی در گزارشی بر اساس یافته های جدید بر امدی بودن شلیک بر هواپیمای اوکراین تأکید کردند. در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی وسایل الکترونیکی و شواهد موجود را سیستماتیک تخریب کرده فضای هوایی در شرایط جنگی را و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی باز گذاشته شده. پروازهای دیگر تغییر مسیر دادند و پرواز پی 752 به صورت مشکوک تأخیر داشته و بعضی مسافران پیاده شدند. جواد سلیمانی رئیس کمیته حقیقتیاب خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراین به بی, بی سی گفته است که این هیئت به نتیجه دی این قربانیان دست یافته و متوجه شدند که پیکرها درست شناسایی نشده و قطعه های سایر پیکرها تحویل خانواده ها داده شده است. یکی از خواسته های اصلی خانواده ها تحقیق مستقل بین از طریق سازمان ملل و فشار بیشتر کشورهای دخیل در این پرونده به جمهوری اسلامی است. هفته گذشته و همزمان با برگزاری دادگاه نظامی متهمان شلیک به هواپیمای اوکراینی در تهران خانواده قربانیان این پرواز در مقابل محل برگزاری دادگاه تجمع کردند خانواده کشته شدگان از اظهارات جدید امیرعلی زده فرمانده ی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انتقاد کردند که اخیرا گفته بود چطور می شود هواپیما به این پنج پیکری با چند کیلوگرم مواد منفجره نتواند به فرودگاه برگردد و نشیند تا کنون اطلاعاتی در خصوص آنچه در دادگاه میگذرد از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی منتشر نشده اما چند روز پیش محمود علیزاده تواتوایی طب وکیل چند خانواده قربانیان در خصوص روند برگزاری دادگاه متهمان این حادثه گفته است که به ما اعلام کردند که جلسه دادگاه غیر علنی است اما رسما اعلام نشد و چند نفر از خانواده ها و حدود هشت نفر از وکلایان ها در دادگاه شرکت کردند و خانواده ها نسبت به سطح مسئولیت متهمان فعلی اعتراض دارند به گفته وی نیمی از کیفرخواست در جلسه اول قرائت شده اما پیش از شروع دادگاه پرونده برای مطالعه در اختیار وکلا قرار نگرفته بود علیزاده میگوید که بر اساس نظریه کارشناسی که ما هنوز ندیدیم متهمان پرونده ده نفر هستند که در جلسه رسیدگی حضور داشتند وکیل خانواده برخی از قربانیان بدون ذکر نام گفت که خانواده ها از اشخاص دیگری هم شکایت کرده بودند اما نام آنها در میان ده متهم نبود و یا به شکایت آنها رسیدگی نشده یا منع تعقیب خورده و منع تعقیب به ما ابلاغ نشده است دادسرای نظامی تهران اردیبهشت ماه در نامه به این خانواده ها اعلام کرده بود که شکایتشان را علیه گروهی از مقام ها و نهادها بررسی نخواهد کرد به گفته انجمن جانباختگان در نامه دادسرای نظامی تهران آمده است که ده متهم پرونده به جرایم مشارکت در قسل غیر عمد 177 نفر بی مبالاتی، اهمال، سهلنگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی شایسته کیفر دانسته شدند. دو نفر از اپراتورهای سیستم دفاع موشکی از جمله کسانی هستند که به گفته انجمن جانباختگان مجازات خواهند شد اما انجمن جانباختگان میگوید که بر اساس تحقیقات دولت کانادا بالاترین مقامات حکومت جمهوری اسلامی در این جنایات دست داشتند و شایسته ی مجازاتند هفته پیش انجمن خانواده های پرواز 752 خطوط بین‌المللی اوکراین در یک گزارش تحقیقاتی مسئولیت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی را متوجه مقامات ارشد حکومت ایران دانست در این گزارش آمده است باور انجمن این است که مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی مسئول سرنگون کردن پرواز هستند و برخلاف ادعاهای جمهوری اسلامی این مسئولیت محدود به چند عضو رد پایین سپاه پاسداران نیست پرواز 752 خطوط بین‌المللی اوکراین در ژانویه 2020 هدف حسابات دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و با انفجار و سقوط در آسمان تهران همه 176 نفر مسافر و خدمه آن کشته شدند. پرورش یافتگان فرهنگ و منش پهلوی بعد از شورش 57 نامه شهید زبیه الله عالی به کارگزینی سپاه برای کم کردن حقوقش را دیدید؟ در این نامه نوشته بسم ای تعالا این جانب دارای چهار هکتار زمین زراعتی آبی و خشکی می باشم و حقوق من زیاد می باشد لذا درخواست می نمایم که در اسرع وقت از حقوق ماهیانه من حدود دو هزار تومان کسر نمایید خداوند همه ما را خدمتگزار اسلام و امام قرار بدهد پرورش یافتگان حکومت دجالان آخوندی را شما به ما نشان دهید اینان را شاه از کودکی چشم و دل سیر بار آورد فرهنگ بزرگی و جوانمردی و گذشت را آموختند از بد ورود به مدرسه تغذیه رایگان گرفتند تا بدانند جز پدرشان پدری دیگر دارند و حامیشان است که نامش شاهنشاه آریا مهر است حال فرهنگ آخوندها را به مردم نمایش دهید البته به جز قالیباف این دزد خانوادگی یا سعید توسی یا خاوری یا کیفکش رئیس دفتر شهبانو فرای پهلوی و پدرزن مشتبا خامنه ای و علی شمخانی چند زنه با نوی پنج ساله میلیاردرش و دوست که هر روز رسوا میشوند. فرهنگ پلید و پلشت آخوندی را در پاسداران انقلاب اسلامی این زادگان هم نبینیم. آنها موردی دارند که معرفی کنند. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار